نوشته بود ازدواج فقط پیوند بین دو نفر نیست، بلکه بین دو خانواده است. سنت های کشورمون با هم فرق میکنه. چطور ممکنه با ناراحت کردن خانواده هامون توقع داشته باشیم خودمون خوشبخت بشیم؟ دیگه با من تماس نگیر، متاسفم. کجا بریم خانم جوان؟ دهلی نو. به شهرم برگشتم، اما بابام تو خونه رام نداد. توی شبکه خبری مشغول کار شدم. رئیس سگ افسرده رو با خودش آورده، میخواد ازش خبر داغ در بیاره. بعضی وقتا اخبار بود، اما بابا بعضی وقتا مجبور بودیم خبر بسازیم. مفقود شده، گم شده، اگه پیداش کردیم با من تماس بگیریم. بیکی این یاروی داستان تمام عیاره. تو برو دفتر، بعدا میام. زود برگردیم. ببخشید، شما برای چی این برگه ها رو پخش میکنی؟ برای اینکه یه وسیله مهم من دست اینه، نه به هم پسش میده، نه میاد به دیدنم. زندگیم داغون شده، معلوم نیست کدوم گوریه. شما تا حالا اینو دیدی؟ نه. برای چی این کلاه ایمنی رو سرت کردی؟ از تاکسی ها یاد گرفتم. رنگ زرد و میشه به راحتی از دور تشخیص داد. حتی اگه ترافیک سنگین باشه میشه تاکسی ها رو از دور تشخیص داد. چی؟ خب منم میخوام خدا از راه دور منو ببینه دیگه. آخه ببین این همه جمعیت چطوری میتونه منو پیدا کنه؟ ها؟ یه خورده بچم؟ آها، عالیه. خب پس زمینه شروع کن. جاگو میگن که حیوانات خودکشی نمی کنن. این نیکوه، سگ سویتی سینگ از رامشناگر در دهلی. این سگ در ماه گذشته 3 بار اقدام به خودکشی کرده. سعی کرده از روی پشت بوم خودشو بندازه پایین، میخواسته قرص خواب‌آور بخوره و میخواسته بپره تو اجاق گاز. آخه چرا نیکو این کارا رو میکنه؟ آیا نیکو مشکل روحی داره یا اینکه نیکو؟ ای بابا چی شد جاگو؟ آخه این چرت و پرتا چیه میتو؟ گفتگوی ما با صنعتگر مشهور نهداری تالیوالا ادامه خواهد یافت، اما بعد از برنامه ای کوتاه. خسته نباشی نهدا، قهوه میخوری؟ آهای یه قهوه برای آقا بیاری. جری وای نه، تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی افسرده است؟ تو چرا اختلال هیجانی شده؟ تو چرا تنش جنون‌آمیز اختلال بیش‌فعالی جزئی شده؟ خب حالا هر چی که هست به من چه؟ دقیقاً همینه. برای چی باید کسی به این موضوع اهمیت بده؟ پس برای چی باید چنین اخبار احمقانه ای رو تو شبکه‌مون پخش کنی؟ خب پس چی میخوای پخش کنی؟ بیا اینجا، اینو بگیر، اینو ببین. من امروز یه مردی رو دیدم که این برگه رو تو خیابون پخش میکرد، داره دنبال خدا میگرده. خب حالا پیداش کرد؟ نه، ولی گشتن دنبال خدا یه مسئله مذهبیه، اما پیدا کردن خدا یه مسئله خبریه. حالا اگه تونست خدا رو پیدا کنه اون وقت بیارش پیش من، خودم میفرستمش رو آنتن. تو که میدونی قوانین شبکه ما چیه، این چیزا قدغنه. آخه شما چتونه؟ پس اون چهره جنگنده و انقلابی جری جسور کجا رفت؟ تو میخوای یه جری جسور ببینی؟ نشونت بدم؟ پس بیا اینا ببین. اینجا 3 تا نشونه هست. میخوای نشونت بدم؟ اینا نشونه یه مادرزادی نیستن. همون تاپساوی عزیزتون که رفیق باباتونه. یه برنامه خبری علیش پخش کردم، اون وقت یکی از مریداش اومد و 3 تا تیر زد اینجام درست توی باسن. آماده باشین، یه دقیقه به پخش مونده.
از اون روز به بعد تصمیم گرفتم که اگه میخوام تو این کشور زندگی کنم نباید با دین و مذهب بجنگم. تموم شد. الانم برنامه دارم. خدافظ. 2-1. بعد از میان برنامه کوتاه مجددا برگشتیم. داشتیم با صنعتگر مشهور نهداری تلیوالی حرف. رئیس بهم اجازه نداد که اون ماجرا رو دنبال کنم. اما 2 هفته بعد اون ماجرا دوباره به زندگی من برگشت. خدا میکنه گناهکار؟ آره جناب عابد، این مرد دزد نیست. من میخواستم تو صندوق پول بریزم اما کیفم افتاد تو صندوق. این مرد داشت بهم کمک میکرد تا کیفمو در بیارم. دارم راستشو میگم، اگه میخواین خودتون بریم ببینین، حدود 5000 روپیه تو کیفم هست. راست میگم. جناب عابد، اونا مال منه. مال تو بود وقتی یه بار به نیت خدای آنه میدی دیگه. اما... دادی، حالا این مال خداست. خب دیگه بذاریم بره. ای بسر، آخه تو اونجا چی کار میکردی؟ خدا پول میگیره ولی واسه آدم هیچ کاری نمیکنه. نه، صبر کن. من اول دیدم که از اونجا پول در آوردی، بعدش یه مقدار پول انداختی اون تو. من هر چقدر بهش داده بودم و برداشتم، پولمو گرفتم چون واسه من هیچ کاری نکرد. تو کلی گردن من و انگشتر رو اینا به خودت آویزون کرده بودی. کارم را نیفتاد، دیگه ازشون استفاده نمی کنم. خب برای چی برچسبا رو چسبوندی؟ دفاع شخصی. مگه ندیدی پوستر خدا رو میچسبونم به دیوار که کسی باش کاری نداشته باشه؟ منم چسبوندم تا کسی منو نزن. میتو کجایی؟ رفیق لطفا میاد دنبالم، من برای برگشت به خونه پول ندارم. هیچی بعدا من رو تعریف میکنم. من تو مدیریکا هستم، یه معبد بزرگ اونجاست، من رو به روی همونجام. زود بیا. ممنونم، خدافظ. بیا اینو بگیر. این دیگه چیه؟ برای تاکسی تا برگردی خونه. وقتی میبینم یه نفر نمیتونه به خونش برگرده، حس خیلی بدی به هم دست میده. ببخشید، بیشتر از این ندارم، فقط همینقدر داشتم. نه، نمیتونم اینو قبول کنم. آخه واسه چی؟ مگه نمیخوای برگردی خونه؟ اینجوری پول واسه خودت نمیمونه. من حتی با پولم نمیتونم برگردم خونم. چرا؟ مگه کجا زندگی میکنی؟ آخه من تو بوری زندگی میکنم، اما تازگی ها کرایش رفته بالا، برای همین امشب میرم تو زندان میمونم. تو زندان؟ یعنی پلیس حبست میکنه؟ آره دیگه، اداره پلیس جای راحتیه، از اینا تا دلت بخواد تو دهلی هست. اون وقت بهت اجازه میدن اونجا بمونی مثل هتل؟ بیا بهت نشون بدم. بیا. همینجا بمون. هی خوله، اینجا رو ببین. الان بهت نشون میدم.
وای جادو تو بشین اقا باید اون ماشین رو تعقیب کنی. مگه کی تو اون ماشینه؟ خبر کیف پولتو در بیار، یکم پول لازم دارم. زود باش میتو. بیا بگیر. ممنون، خدافظ. ببخشید. بله بفرمایید. من میخوام برم داخل اون سلول. چرا؟ میخوام اونو ببینم. خانم فکر کردین اینجا مثل رستوران دانشگاه است که برین توش چای یا غذا بخورین و با دوستاتون حرف بزنین و بعد برین بیرون؟ اینجا حبس حبس و کسی میره اون تو که مرتکب جرمی شده باشه. خانم رشوه دادن قدغنه. قدغنه؟ برای همینم دارم میدم. میتونم بازداشتتون کنم. لطفا همین کارو بکنین، خواهش میکنم. ممنون آقا. فقط یه ساعت وقت داریه. سلام. میخوام داستان تو بدونم، برام تعریف کن. چیو؟ من گزارشگر تلویزیونم، شغلم همینه. بپرس هر چی دلت میخواد بپرس. عالیه. خب اسم چیه؟ من اسمی ندارم، فقط اینو میدونم که بقیه منو پیکی صدا میکنن. شغل چیه؟ ستاره شناسم. ستاره شناس؟ یعنی از همونایی که میرن ما؟ من یه بار رفتم به ما، خیلی جای وحشتناکی. عجب. خیلی خوب، بگو ببینم کدوم سیاره رو بیشتر از بقیه دوست داری؟ سیاره خودمو. آره زمین خیلی خوبه، حالا بجز زمین. بابا جون من تازه اومدم به زمین، من گفتم سیاره خودمو دوست دارم. وقتی که شب میشه میتونی اون بالا خونه منو ببینی. خیلی غافلگیر شدیم وقتی فهمیدیم یه سیاره دیگه هم هست که توش آدمایی مثل ما زندگی میکنن. برای همین منو فرستادن اینجا، برای انجام تحقیقات. ولی وقتی رسیدم اینجا یه نفر کنترل از راه دور منو دزدید. بدون اون کنترل من نمیتونم سیگنالی برای خونم بفرستم و اگه سیگنالی نفرستم کسی نمیاد دنبالم منو ببره. آخه اونا فکر میکنن اینجا یه سیاره خطرناکه و اگه بیایم اینجا میمیریم. ببخشید. چیه؟ لطفاً این درو باز کنین، میخوام برم خونه. ای خانم، زندونی تصمیم نمیگیره کی بره، ما ایم که باید تصمیم بگیریم کی بره. ببین من دوز نیستم. همه دوزها همینو میگن. آقای پاندیت کجاست؟ ایشونو صدا کن. آقای پاندیت رفته گشت زنی. آقای پاندیت. آقای پاندیت. خانم ساکت شو وگرنه همچی بزنمت. فکر کردی داستانی که تعریف کردم مزخرفه؟ نه خب معلومه دیگه، یعنی مردم سیاره شما به زبان بوجپوری حرف. تو سیاره من هیچ سیاره من هیچ زبونی نداره. ما با مغزمون حرف میزنیم، هیچ وقتم سوء تفاهمی پیش نمیاد. اما اینجا یه چیزی میگن ولی منظورشون یه چیز دیگه است. یه کلمه دارن اما صد تا کاربرد داره. سرشون رو اینجوری تکون میدن و میگن ها ها، یعنی همه چی رو به راهه. بعد چشماشون رو درشت میکنن و میگن ها، یعنی این که نمیدونن چی شد. میگن مادر تصادف کرد، میگه ها اینطوری. بعد وقتی عصبانی میشن صداشون رو میبرن بالا و میگن ها میخوای به من یاد بدی ها، و وقتی دارن فکر میکنن یه هانه کشیده میگن
آها، پس علاوه بر کلمه ها به حالت بیان چهرم باید توجه کرد. بعد از اینه که میشه فهمید منظور اصلی چیه. خیلی گیج کننده است. 6 ساعت طول کشید تا بوچپوری رو یاد گرفتم. یعنی 6 ساعته؟ تمام زبان بوچپوری رو یاد گرفت. آخه هیچکی نمیذاشت دستشو بگیرم بابا. تا اینکه بالاخره یه خانومو دیدم، پیشش نشستم و هر دو دستشو گرفتم و تمام زبونشو به خودم منتقل کردم. تو نمیخوای دست از این چرندیات برداری؟ هر چیزی هم حدی داره ها. مگه تو دستات کابل یو اس بی داری؟ کی میتونه اطلاعات یک کامپیوتر رو به یک کامپیوتر دیگه منتقل کنه؟ ها؟ لباسات چی؟ تو سیاره ای تو آدم ها شلوار جین میپوشن؟ نه 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 نه، تو سیاره من اصلا لباس نمیپوشن. از وقتی که اومدم اینجا کم کم این موضوع متوجه شدم که پوست آدمایی که تو سیاره منم با پوست آدمایی که اینجا فرق میکنه. بعضیا پوستشون میدرخشه، پرزرق و برقه، و پوست بعضیا کاملا سیاهه، سیاه سیاه. پوست بعضیا رنگارنگه، مال بعضیا سفیده. بعضیا پوستشون چسبیده به تنشون و پوست بعضیا گشاد و شونه. تا اینکه یه روز یه ماشین، حالا میتونستم وارد مردم سیاره شما بشم، اما نمیفهمیدم چرا همه داشتن به من میخندیدن. اینو ببین تو رو خدا، بالاش مرد پایینه زنه. بعد از اون بود که فهمیدم پوشش مردا با پوشش زنا کاملا فرق میکنه، و اینکه لباس روز با لباس شب فرق داره، و اینکه لباس بازی با لباس مهمونی فرق داره. بعد داخل لباسام یه جور عکس پیدا کردم. کم کم متوجه شدم که این عکس برای زنده موندن تو این سیاره خیلی ضروریه. اگه این پولو میدادم میتونستم در ازاش غذای روزانه بگیرم. بعد شروع به جمع کردن عکسای این پیرمرد کردم. چیه داداش؟ واسه چی اینا رو به من میدی؟ این دیگه چیه؟ مگه اینجا کتاب فروشیه؟ آها، حالا شد. بیا بیجات بگی. بعد فهمیدم که این عکس فقط روی یه جور کاغذ خاص ارزش داره، و اگه روی کاغذهای دیگه باشه این عکس به هیچ دردی نمیخوره. یه بار چنان لباس عجیبی پیدا کردم که دیگه به اون عکس نیازی نداشت. بفرمایید قربان. قضا با پای خودش میومد پیشم. خواهش میکنم. بفرمایید. بعد فهمیدم برای اینکه اون کنترل رو پیدا کنم باید زبون این سیاره رو یاد بگیرم. بدون زبون انجام هر کاری غیر ممکن بود. درست مثل همین آقا که میخواستم بهش بگم مدل لباسش از نظر من ایراد داره. یهو احساس کردم انگار مدل لباسشو به هم ریختم. برای همین لباسشو مثل اولش درست کردم.